در پی آتش زدن قرآن در سوئد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 21 تیر قطعنامه‌ای درباره نفرت مذهبی تصویب کرد. پاکستان که این قطعنامه را به نمایندگی از 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی ارائه کرده، از دبیر کل سازمان ملل خواسته گزارشی درباره نفرت مذهبی منتشر کند و از دولت‌ها هم خواسته که قوانین خود را بازبینی و موانع جلوگیری از ترویج نفرت دینی را بررسی کنند. به این قطعنامه 28 کشور رأی موافق، 12 کشور رأی مخالف و 7 کشور رأی ممتنع دادند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی قطعنامه‌ای در مورد نفرت مذهبی تصویب کرده که این قطعنامه با مخالفت ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواجه شد، به طوری که میگویند چنین موضوعی با دیدگاه آنها در مورد حقوق بشر و آزادی بیان در تضاد است. رسانه‌های بین المللی گزارش دادند که نتیجه رأی‌گیری شکستی بزرگ برای کشورهای غربی در زمانی که سازمان‌های همکاری اسلامی نفوذ بی سابقه‌ای در شورای حقوق بشر پیدا کرده است. شورای حقوق بشر تنها نهاد متشکل از دولت‌ها برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان است. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما هستند. سلام، خوش اومدید به اخبار شیعه شبکه امام حسین علیه السلام. آیا تصویب این قطعنامه میتواند مانع اقدامات اهانت آمیز علیه مقدسات دینی به ویژه قرآن کریم گردد؟ خب ببینید، تا همینجا این اقدام بسیار مثبتی است که طی این سالهای دراز هرگز چنین اقدامی انجام نشده بود. این اقدام الان به نمایندگی، یعنی پاکستان به نمایندگی از 57 کشور مسلمان که حالا جمعیتشون رو هم جمع بزنیم 1.5 میلیارد اقلا ارزیابی میشه. خب این تاکنون این اقدام انجام نشده بود و موارد عدیده ای از قبیل قرآن سوزی ها خب تحریکات زیادی رو ایجاد کرده بود. این کار در نوبه خودش کار بسیار مثبتی است، اما شرط لازم است، اما شرط کافی نیست، به دلیل اینکه این مصوبه الان از تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل گذشته. خب شورای حقوق بشر یک بخش کوچکی از پیکره سازمان ملل متحد هستش که مثلا مجمع عمومی در اونجا کلیه کشورها، در هر قطعنامه‌ای باشه کلیه کشورها رأی میدهند. در اینجا حدود 40-45 کشور، 47 کشور هستن که رأی میدن. در اونجا نه، تمام کشورهای دنیا صاحب حق رأی هستن. میخوام بگم که اگرچه اقدام بسیار خوبی است، اما در سطح کل سازمان ملل انجام نشده. و ضمن این که نکته دوم هم این هستش که این قطعنامه وجه الزام آور نداره، در واقع وجه توصیه داره، توصیه که نفرت پراکنی نشه. و ضمن این که لحنش هم لحن بسیار درستی انتخاب شده. مسئله نفرت پراکنی یعنی نیومدن که پاکستان به نمایندگی کشور اسلامی نیومده فقط دست بگذاره روی سوزاندن یک کتاب آسمانی، نه، هر کتاب آسمانی دیگر، حتی مسئله فرض کن اوستا. بحث این هستش که شما نفرت پراکنی نکنید. حالا حتی کسی بخواهد مثلا کتاب اوستا، کتاب انجیل رو آتیش بزنه، بسیار اقدام درستی هستش که همه کتب و ادیان رو شامل می شود. اما آنچه همچنان که گفتم، یکم این که در سطح کلی سازمان ملل متحد انجام نشده، شاید گام بعدی یه روز به اونجا منتهی بشود، احتمالش میشه داد، ولی الان یک گام اولیه است. نکته دوم این که این قطعنامه الزام آور نیست که حالا کشورهای دنیا بگن بله ما بنابر این مصوبه شورای حقوق بشر ملزم هستیم جلوی این کار رو بگیم. مثلا سوئد بگه که آره من دیگه از این بعد ملزم شدم و چنین اجازه ای رو که اخیراً داده بود برای آتش سوزی قرآن
ندهد، نه الزام آور نیست متاسفانه. بله، در صورت بیتوجهی دولت ها به مفاد این قطعنامه چه اقدام تنبیهی پیش بینی شده؟ در واقع نه، وجه الزام آور نداره، وجه تنبیهی نداره، توصیه داره. اتفاقا اینجا هوشیاری کشورهای مختلف از جمله حتی واتیکان یعنی در این نقطه سازمان کنفرانس اسلامی و واتیکان به عنوان یک کشور مستقل میتوانند در کنار هم بایستند که آنچه که لحن توصیه این قطعنامه هست رو بعداً بتوانند در گام بعدی به یک لحن الزام‌آور تبدیلش بکنند، که همونطور که گفتم برای اینکه وجه الزام‌آور داشته باشه خب میبایستی نهادهای دیگه سازمان ملل مثلا مجمع عمومی در اونجا دخالت بکنه که همه کشورها رأی دارن. در اونجا اگر یک رأی بالایی بیاره، خب الان اینجا مثلا میگن که تعداد 28 کشور رأی دادن، اما در اونجا وقتی که رأی گیری بشه خب خیلی کشورهای دنیا بیشتر میتونن رأی بدن. اونطوری پشتوانه این چنان قطعنامه محتملی قوی تر خواهد بود. به طور خلاصه بگم که خیر، در این مقطع گرچه که گام بسیار خوبی برداشته شده، جلوگیری از نفرت پراکنی، لحنش هم صرفا متوجه اسلام و کتاب قرآن نیست، گام خوبی انجام شده، اما خیر وجه الزام آور نداره، هیچ گونه تنبیهی هم در نظر گرفته نشد. ممنونم از شما آقای حسین علیزاده از لندن، ما همراه بودند.